بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر پیش رو باشه برامون داشته باشیم. امروز دوشنبه است، 28 نوامبر سال 2016 میلادی و برابر است با 8 آذر ماه 1395. اجازه بدید اینها رو هم روشن کنیم که بچرخند. باید زندگی بچرخه، دنیا بچرخه، بالا و پایین داشته باشه تا آدم از یک نواختی و کسالت بیرون بیاد. بذارید ببینیم که برنامه‌مون ضبط میشه. اگه ضبط میشه، بله، روی فیسبوک هم با دوستان که روی فیسبوک صفحه شخصی من هستند شیر کنیم، اونها هم با ما باشند و شما هم یه نگاه بندازید. اگه شما هم خواستید این کار رو انجام بدید، خیلی ساده است. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. وقتی که میای روی صفحه مردم، روی صفحه مردم تیوی در فیسبوک، این حالا صفحه خودم هست، ولی وقتی میای روی صفحه مردم تیوی، شما یه چیزی میبینید مثل این که نشون میده برنامه ما زنده است. روی این سفیدی یا پلی کلیک میکنید و تماشا میکنید. حسن فیسبوک اینه که از هر ساعت شما بیاید میتونید بزنید از اول نگاه کنید و خیلی جالبه و داره جای یوتیوب و جای برنامه های استریمینگ دیگر رو میگیره. حتی میبینید که الان دیگه آقای رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور آینده، آقای ترامپ حتی میگه من احتیاجی به رادیو تلویزیون های معمولی ندارم و از چی استفاده میکنم؟ از فیسبوک. شما هم میتونید از فیسبوک استفاده کنید، هیچ خرجی نداره. اگه بلد نیستید، من میتونم اینجا کمکتون کنم، راه بندازیم اون رو. حالا 50 دلار 100 دلار ازتون میگیریم، خیلی ناراحت نباشید. بعد دیگه خودتون میتونید به اصطلاح هر روز، هر ساعت، از هر جایی برنامه داشته باشید. اتفاقا دیروز بود یا شنبه بود دیدم آقای قشقایی از تو ماشینش برنامه گذاشته بود و این قبلا هم آقای سبا تبار این کار رو میکرد از توی ماشین. توی ماشین وقتی میخوای برنامه بذاری، حقیقتش باید یه سری وسایل قبلی آماده کنی که مردم اون به اصطلاح وقتی تماشا میکنن سردرد نگیرن برنامه فلان. من مثلا اون روز یکی از دوستان گفت آقا اون برنامه قبلی که فیسبوک تمام صفحش باز میشه بهتره تا اینکه عمودی باشه، خودت به مردم میگی نمیدونم دوربینتونو اینجوری بگیرید و اونجوری بگیرید. گفتیم چشم، دوباره این دوربین اولی رو گذاشتیم. حالا میبینید که اینور اونورش یک کمی بازه، ولی حداقل صفحه کامل هست. منظورم اینجاست، بذارید بهتون نشون بدم. ببینید اینجا بازه، اینجا بازه. حالا اون دوربین جدیدی که بذاریم تمام اینها پر میشه و شما وقتی هم میخواید تماشا کنید، بذار من صداشو ببندم، اینجا رو که کلیک میکنید بعد میتونید، هستیم رو کامرای دو یا نیستیم؟ نه، دارم الکی با خودم حرف میزنم، اجازه بدید. اینجا روی کامرای دو وقتی اینجا رو کلیک کردید و این شروع کرد به صحبت کردن، اینجا ببینید ماوستون رو حرکت بدید، این ور اون ور ببرید، نترسید. اینو که بزنید تمام صفحه کامپیوترتون میشه به اصطلاح اون چیزی که از چون ما داریم تصویر تو تصویر نشون میدیم، شما اینجوری میبینید، اب نداره. برگردیم به حال و احوال خودمون و اینجا هم برای شما بنویسیم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همینجوری که آقای نصر احمدی امروز برنامه خواهند داشت ساعت 3 بعد از ظهر. و قبل از این که با آقای دکتر نصر احمدی صحبت کنیم، چند دقیقه ای آقای چمنارا صحبت خواهند کرد. بذارید ببینیم که چرا این اینجوری شده. من اینو ببندم. بله، این یه اشکالی هم هست وقتی ما میان اینا رو رو صفحه خود من هم چیز کرده دیگه، به اصطلاح اینجا هم فول پیجش کرده. میگم خدای چرا انکودر اون نشون نمیده. خب خیلی از شما گله کردید، شکایت کردید که آقا شما مینویسید 2 بعد از ظهر برنامه سربی با مردم و ما که میایم از سربی خبری نیست. من سعی میکنم از این به بعد
دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها دو بعد از ظهر رو به خودم و خودتون اختصاص بدم و اگر مهمانی داریم خب 10 دقیقه 15 دقیقه صحبت میکنیم، ولی با هم باشیم و برنامه این دوستان رو بیشتر بندازیم به 3 بعد از ظهر به 2 دلیل. یکی این که من بشم بچه مرشد این دوستان و اونها بشن مرشد ما، دوستان رو جمع کنیم وقتی مجلس آماده و آراسته شد. دیدید خواننده هایی که تازه شروع میکنن اول میان خوانندگی میکنن بعد اون خواننده اصلی میاد. ما این همه سال با شما بودیم هنوز خودمون رو اون خواننده جوان و کوچولویی میدونیم که تازه شروع کرده و احترام رو میذاریم به این دوستان که اونها باید ساعت 3 بیان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن یه حسن دیگه ای که داره توی کالیفرنیا 12 ظهر خیلی از لانچ تایمشون میان، توی ایران شبه. در هر صورت این مشکلات دیگه همه حل شده، مشکلی نیست. ولی اون چیزی که من مهم دونستم که با شما در میون بذارم ماجرای این هست که سعی میکنم از این به بعد برنامه های سربی با مردم رو سربی با مردم نگاه بدارم. و بذارید ببینیم، ما یه چند تا ماسماسک های دیگه هم داشتیم، اطلاعات و اینفورمیشن. مثلا شماره تلفنمون بذارید اینجا براتون بنویسیم. ما شماره تلفن آقای افشارها رو گذاشتیم اینجا. بله، هم با این تلفن میتونید شما تکس بفرستید هم تماس بگیرید. ببینید تلفن، بله اینجا مینویسم تلفن 1 تکست. تکست همون SMS پیامک، هر چیزی میتونیم باش بفرستیم. شماره تلفنمون هم هست 202-695-2573. از سر تا سر دنیا میتونید تماس بگیرید و با ما به اصطلاح صحبت کنید، نظراتتون رو بگید و الی آخر. فکر کنم درست شد، اجازه بدید اینه. بله، تلفن و تکست 202-695-2573. و اما خبر امروز اینه که میدونید توی آمریکا وقتی که رأی ها رو میشمارن یه جایی که خیلی نزدیک به هم هستن، قانون بهشون اجازه میده که اونایی که شرکت کردن تقاضا کنن دوباره یا بازشماری بشه. اینجا میگن ریکاونت. کاونت یعنی شمردن، ریکاونت یعنی دوباره شمردن. تو ایران میگیم شمردن، بازشماری بشه. ولی این جالبه، میگه آیا احتمال تغییر در نتیجه انتخابات آمریکا وجود دارد؟ حالا برای چی؟ میگه روز گذشته درخواست خانم جیل استین یا استین، یکی نمیدونم، این هم اصلا اینا شانسی نداشتن. حالا نمیدونم چرا اینها درخواست کردن، شاید فکر میکنن با شمارش حالا هلری برنده بشه، در صورتی که خود اینها که مخالف هلری بودن، اگر میخواستن هلری برنده بشه باید قبلش با هلری هماهنگ میکردن، به اون میپیوستن و اون برنده میشد. در صورت نوشته که این خانم یکی از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا برای بازشماری آرای این انتخابات با حمایت هلری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات مذکور مواجه و سبب شد جنجال جدیدی بر این موضوع برانگیخته شود. حالا جالب اینه که آقای ترامپ هم از اون طرف میگه دلیلی که من به اصطلاح پاپولار یعنی بیشترین رأی رو از لحاظ شمردنی نیاوردم اینه که توش تقلب شده و خیلی ها که نباید رأی میدادن رأی دادن. یکی بهش بگه آخه آدمه، بگم چی فلان فلان شده، اگر باور داری تقلب شده اصلا به مردم بگو آقا انتخابات بریزی دور، تقلب کلاهبرداریه. در هر صورت بیچاره من و شما که امیدمون به اینها هست. ولی باور کنید انتخاب، اولا بیرون رفتن انگلستان از اروپا، اتحادیه اروپا، و حالا انتخاب ترامپ سیستم دنیا رو به هم ریخته، جوری که میگن روی انتخابات فرانسه، ایتالیا، آلمان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. حالا باید صبر کنیم و ببینیم. ایتالیا هم که میدونید اون آقای جوونی که جوونترین صدر اعظمی که تا حالا اومده مصاحبه داشت با آقای چارلی روز و
حتما بهتون پیشنهاد میکنم اگر ندیدید ببینید، چون اونم داره سنگای بزرگی برمیداره، فکر نمیکنم هیچ کدومشم به هدف بخوره. یادتون باشه وقتا که سنگ برمیداشتیم و به هدف میزدیم، معمولا سنگای ریزتر رو برمیداشتیم که اینجوری که میکردیم سریع بره به هدف بخوره. و اما یک اختلاف بزرگ بین دولت مردان آمریکا و ایران وجود دارد. آمریکا بهترین و دانشمندترین افرادی که در سطح جهان وجود دارند انتخاب کرده و برای پیشرفت و تکمیل قدرت نظامی جهنمی خود از دانش و ابتکار و دوراندیشی آنها استفاده کرده و دمار از روزگار دیگر کشورهای بازیگوش و حرف ناشنوا برای حفظ منافع خود استفاده می کند. جملاتونو کامل نمی کنید. و دمار از روزگار دیگر کشورهای بازیگوش و حرف ناشنوا برای حفظ منافع خود دمار در می آورد. در هر صورت، ولی در ایران آریایی و اسلام راستین خودمان رژیم اهریمنی فاسدترین و پر عقده ترین و قسی القلب ترین و بی سواد ترین و بی پدر و مادر ترین افراد چون احمدی نژاد، جنتی، خلخالی و و و را انتخاب و در رأس امور می گمارد تا به طرق مختلف دمار از روزگار امت حلقه به گوش خود در آورد. حالا همینجا یه سوالی، به نظر شما اونایی که با سواد و دانشمندن گناهشون بیشتره که میان و دمار از روزگار دنیا در میارن، یا اونایی که بی سواد و نمیدونم مذهبی های فناتیک یعنی بنیادگرا، کدومشون؟ به نظر من اونی که با سواده ولی میاد به خاطر قدرت خودش رو میده دست رژیم هایی مثل آمریکا، مثل روسیه، که به اسم اونها با امضای اونها این جنایت رو انجام بدن، اونها گناهشون بیشتره. خب ما قبلا براتون گفتیم که آخرین پنجشنبه نوامبر رو که این دفعه 24 بود، به عنوان تنکسگیوینگ یا روز شکرگزاری مراسمی میذارن و همه میشینن ترکی میخورن و اینها، و بلا فاصله بعدش که الان دیگه بعد از سفرشون که جمع شد برن میشن میرن فرایدی، بلک فرایدی یعنی جمعه سیاه، ولی این جمعه سیاه ما نیست، این جمعه ایه که انقدر چی میفروشن که از بدهکاری که به اصطلاح قرمزه وزشون میاد توی سیاه که یعنی پولداری هست. ولی جالب اینه که توی کپیتالیسم یا توی به اصطلاح حکومت‌های سرمایه‌داری، اینا هر یه روزی من و شما رو به یک طریقی میکشن به فروشگاه ها تا چیزها رو به ما بفروشن و دوباره یه چیزای بنجل و جدیدتر بیارن بریزن اونجا. و امروز که دوشنبه هست، امروز به نام سایبر ماندی هست. و اون وقتا یادمه اون موقع که روزنامه و اینها بود، کسانی که میخواستن کامپیوتر بخرن معمولا دوشنبه ها روزنامه ها رو میگرفتن. دلیلش هم این بود، حالا بعد از هر راجای یه شنبه و ماجراهای خرید و فروش و اینهای شنبه و سینما رفتن جمعه و اینها، مردم باید کار میکردن، این برای شرکتش، اون برای آفیسش، اون برای ادارش. کامپیوتری که میخواستن بخرن روزای دوشنبه هر راج یا کامپیوترهای جدید و اینها رو عنوان میکردن. ولی الان این سایبر ماندی، مثلا ببینید این بست بای، چون من جزء لیستشون هستم و ازشون چی میخرم و ما هر روز صبح باید بهشون سر بزنیم، برامون فرستاده که بله بست بای سایبر ماندی. حالا سایبر هم که این همین دنیای مجازی روی اینترنت رو میگن سایبر. و اما اون روز من یک ایمیلی رو برای دوستانم روی جیمیل ارسال کردم، از طرفی روی فیسبوک مردم تیوی هم گذاشتم، روی فیسبوک صفحه شخصی خودم هم گذاشتم و دیدم که یه دوست ما از انگلستان، آرزا، تماس گرفته که آقا یه نفر از آدرس شما سوء استفاده کرده و به نام شما داره پول برمی‌داره، یعنی پول جمع میکنه. گفتم نه، من خودم هم دیدم که خیلی ها میان ایمیل های دیگران رو ور میدارن، سوء استفاده میکنن و فکر کنم بهش هم میگن spoof
ایمیل، حالا این کلمه اسپوف هم هنوز من هیچ وقت نگاه نکردم تو دیکشنری که ببینم حقیقتش یعنی معنیش چی هست، ولی این ایمیل از یکی از دوستان خوب ما آقای رضا مرحمتی که من چندین بار شعرهای ایشون رو براتون خوندم، خود ایشون زحمت کشیدن یکی دو بار شعرهاشون رو گذاشتن، آدم یه خیلی خاکی، down to earth یعنی خودمونی، خیلی خوش صحبت، خوش بیان، بزلگو. و پسر ایشون که بهش هم تبریک گفتیم، آقای شان، دکتره، دکتر شده و الان هم سالهای رزیدنسیشو، اون را سالهای اولیه رو باید بگذرونه، میگذرونه. چقدر هم واقعا اینا سخت کوش و سخت کار هستن. من همیشه وقتی بچه ها به یه جایی میرسن به پدر و مادرشون تبریک میگم، چون باور دارم اونها از همه چیز گذشتن، از وقت و پول و اوقات استراحت خودشون، تا این بچه ها موفق بشن و به ثمر برسن. بعد از اون باید به بچه ها تبریک بگیم، چون اونها هم پشتکار داشتن و رفتن. در نتیجه دوستانی که این ایمیل رو گرفتید یا روی فیسبوک من دیدید یا روی فیسبوک مدیتیزون مردم دیدید، ما برای بیش از 16,000 نفر اینو فرستادیم. این دیدم حالا اتفاقا خود این شان گویا گول یا هدفش 300 دلار بوده، ولی تا 400 خورده رفته و این هیچ اشکالی نداره، هرچی بیشتر کمک کنید اون به هدفش بهتر رسیدگی میکنه. و باور کنید با شناختی که من از این جوون دارم از طریق پدر مادرش اینها، ایشون احتیاج نداره کسی که دکتر هست توی واشنگتن و این همه سال درس خونده بیاد بخواد گوش من و شما رو ببره برای 300 دلار، یا پدر مادر ایشون. ولی اینا یاد گرفتن که توی آمریکا ما هی دستمون رو به طرف دولت دراز نکنیم. حالا دیگه ایران و کشورهای نمیدونم دیکتاتوری اینها رو بذار کنار، ولی اینها توی آمریکا آسین خودشون رو بالا میزنن. این نامه رو هم فرستادم و بهتونم قبلا گفته بودم که ماه نوامبر ماهی هست که خیلی از هنرپیشه ها، خیلی از افراد معروف، خیلی آدم های معمولی، مردها ریششون رو میذارن بلند بشه که به اصطلاح همه یک کاری کرده باشن که نشون بدن این خطر چیز. اینم بله، شان خودشم سیبیل گذاشته، بله بهتون گفتم 400-500 دلار، الان شده 675 دلار. بعد این پایین نوشته تیم 900 دلار. من این حقیقت نفهمیدم چجوریه، ولی مهم اینه اونی که میخواد کمک کنه کمک میکنه، اصلا هم براش مهم نیست و معمولا هم دیگه میدونه چجوری کمک کنه. اونی که میخواد کمک نکنه ایراد میگیره، آقا حالا این چرا سیبیلش، آقا چرا پیرن زیرپیرنش پیداست، آقا چرا داره لبخند میزنه، چرا نگاهی تو دوربین نمیکنه. بعدم این ور براتون نوشته که اون موتیویشن یا چیزی که این رو به اصطلاح برانگیخته این کارو بکنه چیه. میگه که اینه که to use the power of mustache، این قدرت سیبیل رو، اینجا میبینید عکسی سیبیل کشیدن، قدرت سیبیل رو بذاریم به اصطلاح have everlasting impact on face of men's health، اینو بذاریم برای سلامتی مردان و در رابطه با پروستات هست. همین خوبه که من و شما یاد اون باشه که آزمایش پروستات رو انجام بدیم. بعد اتفاقا پدر شان، خود آقا رضا که این رو برای ماها فرستاده بود، خودش نوشته بود که به عنوان کسی که این مشکل رو داشته و سوروایو کردن، یعنی جون سالم به در بردیم، خیلی خوشحالیم از این ماجرا. و این هست دوستان، اگه خواستید برید یه ایمیلی، یه پولی، یه سپورتی، و نوشتن write a check یا یک چک بنویسید تو نوامبر و موو رو با هم دیگه موومنت و اینا رو قاطی کردن، کردنش نوامبر، یا شاید هم ماستاش یعنی همون کلمه سیبیل رو با نوامبر قاطی کردن. بعد نوشته referencing my registration ID and made the November PO Box 1595 Culver City California 90232. اینم از این. اگه سوالی هم داشتید باز یا از من بپرسید یا از خودش، و من به شان تبریک میگم.
برای که این کار انجام میده و به پدر و مادرش هم تبریک میگم که همچین فرزند برومندی دارن که ما دوستان هم افتخار کنیم که بله این آقای شان فرزند این دوستان ما هستند. بسیار ممنون. شما هم اگر اناونسمنتی دارید، ما یک قسمتی داریم توی تلویزیون مردم به عنوان Public Announcement Service PAS، این رسمه. حالا اگه یک کسی باباش فوت شد، خب $10 خرج کنه، ما براش آگهی رو پخش میکنیم. ولی اگه یک کسی یه اتفاقی براش افتاد، خاص یه خبری جایی بده، دیگه ما به اون نمیگیم حالا شما پول بده $10، $20، $30، $100. اونو براش مخصوصا چیزایی که در رابطه با خدمتی هست به پابلیک، همین خدمت که الان امروز من به وسیله رضا، به وسیله شان یاد شما بیارم که شما برید آزمایش پروستات انجام بدید. خدای نکرده رفتی دکتره گفت چه خوب شد زود اومدی، قده پروستات داری، برو عمل کن، زودم برسی بهش، زود درست میشه. ولی اگر پشت گوش بندازی نری، اون وقت خدای نکرده دیر میشه. مثل که لبلای مختلفی داره، درجات مختلفی داره. خب این از اینو، این هم از اونو، بس بایرام براتون گفتم. و اما روز جمعه اگر ندیدید، دو تا ویدیوی جدا هست، هم روی فیسبوک هم روی بایگانی تلویزیون مردم که روی یوتیوب هست و هم داره پخش میشه روی برنامه‌های خود مردم تیوی دات کام به صورت بازپخش. یکی ویدیوی صحبت‌های آقای چمنارا، مهندس سهراب چمنارا، و بعد از اونم آقای دکتر به اصطلاح نه روز چهارشنبه جمعه آقای چمنارا و یکی دیگه هم آقای دکتر افشارها هست. ببینید در برنامه دکتر افشارها آقای ضیا مصطفی‌زاده بعد از مدت ها لطف کردن آمدن و درباره خدا، شیطان، وجود این، چرا این به اصطلاح هست صحبت کردن. دوستان زیادی سوالاتی کردن و آقای مصطفی‌زاده پاسخشون این هست، میگن که با سلام سربی جان، با تشکر مجدد باید به عرض شما برسانم که چند نفر از دوستان مشترک بدون توجه و دقت به پرسش شما مبتنی بر این که مسلمانان در رابطه با ناباوران چه وظیفه‌ای دارند از من گله‌مند شدند و اظهار داشتند پس جهاد در اسلام چه معنی دارد؟ پاسخ به این دوستان این است که اسلام دینی است که برخلاف مسیحیت دفاع را مقدس می شمارد. بنابراین جهاد برای زمانی است که مسلمانان از جانب کفار مورد حمله قرار می گیرند یا قرار گیرند، که در این صورت فرمان قتل کافر از واجبات است. ضمن این که در این مورد نیز فرمان بعدی آن است که اگر کافران حمله را متوقف کنند و یا از برابر جهادیون مدافعان بگریزند و فرار کنند، مسلمانان حق تعقیب و کشتار آنان را ندارند. اضافه می کنم که حکم یا قانون فوق الذکر در جنگ لفظی حمله به اعتقادات، تو پرانتز نوشتن، حمله به اعتقادات اسلامی میان ناباوران و مسلمین نیز میباید به کار گرفته شود. جهاد اسلامی جهد یا کوشش در دفاع، نه در حمله، در دفاع از خود و اعتقاد خود است و نه بیشتر. ارادتمند مصطفی زاده، ارادتمند سربی از اینجا و ممنون و متشکرم. و اما بریم ببینید بهتون میگم این آقای رضا مرحمتی جوک میگه، طنز میفرسه، خیلی آدم شوخ و شنگی، از مصاحبتش خسته نمیشید شما. ایشون نوشته که خب البته این جوکا میدونه که دست به دست میگرده، بعضیا که دوست دارن یه جوکی رو خوششون اومده برای دوستانشون هم میفرستن. میگه دکتر به من گفت عرق واسه سلامتی ضرر داره، خندم گرفت، گفتم دکتر جون من که واسه سلامتی خودم نمیخورم، میخورم به سلامتی رفیقم. گفت اینقدر الکل نخور میمیری. گفتم اگه نخورم هم میمیرم. گفت اگه بخوری با درد میمیری. گفتم اگه نخورم از درد میمیرم. گفت مستی جلوی درد رو نمیگیره. گفتم پاکی هم جلوی مرگ رو نمیگیره.
اگه یه روز تابوتم رفت روی شونت به دل نگیر، به دل نگیر یا حلال کن. یه آقایی بود سیگار میکشید، یه عینک گرد مشکی هم داشت، این فکر کنم تا 100 سالگی هم عمر کرد، تو کار رادیو تلویزیون و فیلم و اینها بود توی هالیوود. این وقتی میومد جوک میگفت تو تلویزیون هم که میمد سیگار میکشید، اون موقع هنوز ممنوع نشده بود سیگار، سیگارا یعنی این سیگارای درشت نه سیگارت. بعد میخندید میگفت تا حالا 5 تا از دکترای جوانتر از من که به من گفتن سیگار نکش میکشتت اونا مردن، من در مراسم ختمشون شرکت کردم و من هنوز زنده هستم. خب میگه روی روزی این دکتره به این آقا به دکترش میگه، میگه اگه یه روزی رفتی زیر تابوتم، اگر روز تابوتم رفت روی شونت به دل نگیری یا حلال کن، فقط همین یه بار ازت بالاترم، یعنی بین رفقا این دفعه اولی که بالاتره، دفعه دیگه به اصطلاح پایینتر و افتاده تره، بقیه عمرمو خاک زیر پاتم. هفته رفیق مبارک. من هم با آقا رضا تبریک میگم این هفته رفیق رو. و جالبه توی دنیا مثلا یه روز هست برای مادر، یه روز هست برای پدر، یه روز هست برای پدر بزرگ، ایرانی ها ماشالله هرچی دارن هفتگیه و هفته رفیق. هفته رفیق به تمام شما دوستان که رفیق تلویزیون مردم هستید مبارک باد. ضمناً آخر ماه هست، یکی دو روز بیشتر نمونده، این ماه هم 30 روز است، چهارشنبه 30مه، پنجشنبه میشه اول دسامبر، آخرین ماه حساب. و اگر حمایت نکردید از تلویزیون مردم تا حالا، از خودتون سوال کنید چرا، چرا حمایت نمی کنید، چرا تلویزیون ها رو ول می کنید که اونها برن به خاطر پول افرادی رو بیارن که اون فرد اگه گو آقا آزادی تو نمیدونم اینجوری من میگیرم، این حرف رو نزن. دیدید بهتون گفتم آقای مینویی وقتی که خواست بره تلویزیون کانال یک، یه روز به من گفت آقا امروز تولد فرعی نمیدونم یا یه چیزی، من میتونم تبریک بگم؟ گفتم بگید به من چه؟ تولد رضا پهلوی بود 9 آبان. گفتم بگید به من چه؟ تازه خود من تبریک گفتم. بعد گفت آخه، گفتم شاید شما. گفتم آقا من چه کار دارم به کسی؟ اون تلویزیون دیگران هست که به شما لابد میگن اینو نگو، اینو نگو، اینو نگو، اینو بگو، اینو بگو، اینو بگو. ما اینجا هیچ اینو نگو اینو بگو نداری. ممنونم از دوستی که این ویدیوهای خوب رو میفرسه، ولی بارها گفتم ای کاش خود شما این ویدیوها رو توی برنامه قشنگ نیم ساعت اینا رو ردیف کنید بذارید ما هم اینجا نشون بدیم. خب بله، یه پولی هم بدید به تلویزیون مردم که ما هم وضعمون درست و بهتر بشه، این توی فیسبوک این دوتا بغلم پر بشه. حالا یه وقت هم میبینید خودمون چاق شدیم، همه صفحه تلویزیون و اینها رو پر کردیم. ایشون برای من نوشته خانم پیروز در انتخابات پارلمان کویت قبلا هم نماینده بوده و خیلی هم زبان دراز هست. بذارید ببینم فیسبوک صدای من داره پخش میشه، این رو ببندم بیام خدمت شما این رو بهتون نشون بدم شما هم ببینید. ولی خدایش این تصویری که برای من فرستادید چیزی از صحبتای این خانم نماینده من ندیدم، فقط دیدم ایشون یه جایی مثل رقص و شادی هست و اینها. بذارید ببینیم این دوستان هم صدای فیس چیزم براشون زیاد کنیم صدای فیسبوک. اون روز علی آقا گفته بود صدا نمیاد، گفتم علی آقا نکنه گوشات سنگین شده، گفت نه آقا، گفتم نکنه گوشیت خرابه، به تلفن‌های همراه تو ایران میگن گوشی. بذارید ببینیم که این چی میگه، من براتون باز کنم با هم ببینیم. به به، سب کنید علی. اون روز وقتی این دوستم گفت آقا تو به همه میگی تلفناتون از این وری بگیرید از اون وری بگیرید، ولی خودت این تصویر رو به ما اینجوری نشون میدی، حقیقت یک کمی شرمنده شدم و گفتم خب درست میگه، رفتیم ما هم درستش کردیم. بیاین دوستان با هم ببینید، رفتیم روی کامرای 2. بله این دوربینر که ما اینجوری گذاشتیم پیدا بشه، حالا هر چی میخوایم نگاه کنیم باید این. و اگه این خانم که خب داره میرقص و شادی میکنه، I'm
همینه، شادی و اینا احتمالاً پیروزی بعد از انتخابشون رو جشن گرفتن. ای کاش گفته بودید که مثلا ایشون تندرو، طرفدار سرمایه و اینهاست، طرفدار کارگر و حق کارگرانه. و بله، ویدیوهایی که شما میفرستین ویدیوهای خوبیه، از این بابت ممنون و متشکرم. و اما این ماجرا رو من یه بار دیگه هم گفتم، ولی چون سفر اینو برامون فرستاده براتون میخونم. جالبه که شما بفهمید این آخوندا به اصطلاح چجوری هستن و ذاتشون به کجا وصل میشه، و مواظب خودتون باشید. میگه گربه و ملا، زن ملا مشغول پرکندن چند مرغ بودن. آها اینجوریه، گربه و ملا. زن ملا مشغول پرکندن چند مرغ بود. گربه ای آمد و یکی از مرغها را قاپید و فرار کرد. زن فریاد زد: ملا، گربه مرغ را برد. ملا از توی یکی از اتاقها با صدای بلند گفت: قرآن رو بیار. گربه تا این رو شنید مرغ را انداخت و در رفت. گربه های دیگر دورش جمع شدند و با افسوس پرسیدند: تو که این همه راه مرغ آوردی، چرا اون را انداختی؟ گربه گفت: مگر نشنیدی گفت قرآن را بیاور؟ گربه ها گفتند: قرآن کتاب آسمانی آنهاست، به ما گربه ها چه ربطی دارد؟ گربه گفت: اشتباه شما همین جاست. ملا میخواست آیه‌ای پیدا کند و بگوید از این به بعد گوشت گربه حلال است و نسل ما را از روی زمین بردارد. حالا امپوزیسیون و اپوزیسیون و اینها حساب خودشون رو با ملا و با این کتابی که دستشون هست انجام دهند. و اما میگه که هرگاه روز جمعه آقای فیدل کاسترو، که میگفت همیشه به من بگید فیدل، چون اینا کمونیست بودن و کمونیست ها میدونید که صدا میزنن همدیگر رفیق، نمیگفت به من بگید کلونل، دکتر. میدونید این دکتر به اصطلاح امور چی میگن، دادگستری و قانون و اینها بوده، دکترای لا داشته، بعد در میفته با اون دیکتاتور قبلی خودش، اون را از پا میندازه، وقتی خیلی هم جوان بوده 30 سال 31 سالش بوده، بعد متاسفانه خودش میشه دیکتاتور. اتفاقا یه بحث خیلی خوبی بود دیروز که راه میرفتم، واشنگتن جورنال رو من توی تلفنم با شماره تلفنشون گوش میدم و مردمم نظر میدادن. یه آقایی اومد گفت: من میبینم هر کی زنگ میزنه احساساتی هی میگه این دیکتاتور دیکتاتور، و هیچ کس نمیگه این که جنگید، این که وضع پدرش خوب بود، این باباش مثل که مزرعه شکر و اینها داشته، نیشکر و اینها، بعدم دوست اون آقای چگوارا شد که اونم فکر کنم باباش ثروتمند بود، خودشم دکتر بود، دوتا اینا دکتر اینها، چرا اومدن برای مردم به اصطلاح جون خودشون رو به خطر انداختن، زندانها کشیدن، دستگیر شدن اینها، و چطور اینها دیکتاتور شدن؟ اون بحث جالبی بود، میگفت آمریکا اینا رو دیکتاتور کرد. آمریکا وقتی که اینها اونجا پیروز شدن، شرکت تگزاکو و اینو اونو بستن، گفتن آقا اینا منافع مردم نیست و اینها، گفت اینا با اون تحریمایی که گذاشتن هی مردم رو ضعیف کردن، وقتی مردم ضعیف بشن دولت قوی میشه، دولت که قوی بشه شما جلو دولت رو نمیتونی بگیری، قدرت همراه خودش کثافت و به اصطلاح دیکتاتوری میاره. در اصل اینا میگم، حالا اینو دیدم دوستمون فرستاده، نوشته هرگاه نام فیدل رو بشنوی به پا خیز، کلاه از سر بردار. من برای دوستم نوشتم اشکال ما ایرانی ها همینه، شاه رو دیکتاتور کردیم که دیگه خودمونم نتونستیم جلوش وایسیم، خمینی و ملاها رو دیکتاتور کردیم که الان دیگه از وحشتشون نمیدونیم چه غلطی بکنیم، حالا این آقای فیدل کاسترو هم که خودش دیکتاتور بوده، حالا ما چنان ازش بت میسازیم که دیگه از مرده اینم وحشت کنیم. آقای اون نکنی، تو رو خدا نکنی. آقای ای مین شیری، این دکتر افشارها اسم دوستان رو که میگه مثلا این بی الف پ، اول اسم و اول فامیلشون میگه. حالا این آقام که اینو یا نوشته یا ترجمه کرده، نوشته الف
میم شیری. من همیشه از خودم میپرسیدم این که ا هست چرا بهش میگن الف، این یکی که م هست چرا بهش میگن میم، یه و مش کجا؟ تا بعد توی سیستم درس دادن فارسی جدید کتابا وقتی عوض شد دیگه به بچه ها یاد ندادن بگید الف، میگفتن ا یا آ یا ب، اینجوری بود. در اصل اینم از این یه دوستی سالها من میشناسمش، اگه اون باشه هوتن عزیز، ولی اسم آمریکاییش هوگن هست. در اصل خیلی خوشحالم که اینجا هستی، هیچ وقت فرصت نشد ما بیایم کالیفرنیا شما رو ببینیم، هیچ وقت فرصت نشد شما بیای اینجا، یا اگه اومدی ما رو به اصطلاح نمیخوام بگم لایق ندونستی، وقت نگذاشتی برای ما بیای با هم یه چای بنوشیم یه آبجوی بنوشیم اینها. در صورت منتظر دیدارت هستم. یکی از دوستانی که از 15-16 سال پیش برنامه های من رو نگاه میکرده و خوشحالم که امروز به نعمت این فیسبوک ما از اینجا میریم کالیفرنیا، از اونجا ایشون میاد اینجا. و اما یکی از دوستان نوشته Your next wave of leaders. Wave یعنی موج، leaders یعنی رهبران. حالا اینجا نوشته که رهبران آینده رو ببینید. این جولیانی که میشه گفت مافیا جولیانی و این نوت گینگریچ که سر تعظیم فرود آورده به خانم رجوی، به خاطر پولایی که گرفتن اینها رفتن فرانسه و این ورانور هر وقت آش هست اینها هم کچلک فراش هست. حالا مجاهدین دل خوش کردن که اینا صاحب قدرت میشن، از صدقه سر قدرت اینها مجاهدین یه قدرتی به دست میارن. یکی نمیاد یا مجاهدین نمیان که مردم ازشون بپرسن آقای رجبی اگه زنده باشی، اون آقا که گفت شما مرحوم شدی، خانم رجبی که شما زنده هستیم، هر روزم ماشاءالله داره صورتت بهتر میشه از بس میکشنش این ور اون ور، اینا آمدن سر قدرت، بعدش چی میشه؟ بعدش شما رو مثلا بگید مثل فلان رژیم میخوان ما رو بفرستن ایران، خب بعدش چی میشه؟ بیاین با مردم صحبت کنید. من بارها گفتم آویزون صدام شدید، آویزون اردن شدید، آویزون سعودی شدید، آویزون آمریکا شدید، امروز هم آویزون هستید، نمیدونید به کی، نمیدونید به چی. دوستانی که هوادار مجاهدین هستید، شماها بیاین صحبت کنید از طرف اونها، با هر منطقی که دارید بیاین صحبت کنید تا ما ببینیم بشنویم آقا تو مغز شما چیه. سازمانی که 15 سال 13 سال رهبرش ناپدید شده، سازمانی که پول میده به این آقای معتاد کندی، پول میده به اون آقای فاسد، پول میده به اون آقای فاسد زنباز شهردار نمیدونم سان دیگو فلان، 15000 دلار 20000 دلار، و سازمانی که اعضای خودش جوراب ندارن پاشون باشه. عکس این زنهای مجاهد رو نگاه کنید. واقعا ببخشید اینو میگم، اون وقتا وقتی میخواستن توی کتابها یا توی فیلمهای ترسناک زنایی رو درست کنن که بهشون عجوزه میگفتن، اینها رو آرایش نمیکردن، ریش داشتن، اینا همشون ریش دارن زنه. ببینید عکساشون. و خانم رجایی ماشاءالله از اینجا تا اینجا باز، حالا نمیدونم لنز میذاره چشاشم اینجوری. آخه از خودتون بپرسید این چه سازمانیه که رهبرش هر روز جوانتر میشه، رئیس جمهورش، اون اعضایش بیچارا هی دارن عجوزه میشن، عجوزه نیستن. بیان با هم عکس‌ها رو نگاه کن. برید اینم از این، شما فرستاده بودید ما هم نشون دادیم گفتیم. و اما باز این دوستمون آقای علی شیرازی یه ایمیلی فرستاده به نام ایران مرکز دنیا. آقا من اصلا قبول کردم ایران مرکز دنیا. خب حالا که چی؟ این هم این هم مجاهده که فکر میکنه الان ترامپ آمده اینها یه طوری میشه. شما فکر کنید الان یه ایمیلی فرستادید و ثابت کردید طبق 22 درجه نمیدونم آفتاب، وقتی آفتاب نیم روزه اینجوریه اونجوریه. آقا انگلستان هم میگه سرزمین ما اینقدر پهناوره که هیچ وقت آفتاب در سرزمین انگلستان در امپراتوری انگلستان غروب نمیکنه. که چی؟ امروز موندن تو وضع اقتصاد خودشون، امروز موندن تو این بدبختی هایی که مسلمان ها دارن سرشون میارن، مسلمان های تندرو، میگن نگید مسلمان ها.
خیلی مسلمان ها آدم های معمولی و خوبی هست. که چی آقا؟ چرا اینا رو میفرستید برای دیگران؟ چرا شما خودتون رو کردید مأمور تبلیغ چیزای قلابی؟ آخه اون احمقی که اومده نشسته اینجا میگه 22 درجه فلان، همه اینا فیزیک و شیمی و هندسه و ریاضیه، بعد یه دفعه میگه ضمناً زاهدان که یعنی زهدان، یعنی رحم، یعنی شکم، یعنی مادر، بله رستم و نمیدونم فلانم اونجا دنیا اومد. یکی نیست یه توسری به این بزنه بگه آخه احمق کوفتی بیچاره رستم، که رستم داستان، رستم داستان کجا دنیا اومد؟ چه باید کرد؟ نمیدونم. یه ویدیوی فرستادید، ببخشید اینو میگم، وقت منو تلف کردید حقیقت. خب گفتگوهای هفتگی، هفته آخر آبان ما، این آقای بهمن زاهدی، ما یکی دو بارم باشون مصاحبه کردیم، گفتیم خب حالا ایشون که یکی از اونایی هستن که دنبال روی خط و هدف آقای داریوش و همایون بودن، اون نمیدونم مشروطه و اینها، ببینیم چی میگن. دیدیم آقا اینا هیچ کدومشون ببخشیدا مال نیست. حتی بعضی ها میگفتن خب مال نباشه آدم خوبه، چون مالو به الاغ و مثل که حیوان ها و اینا میگن. آقا هی مینویسید هی میذارید، کی میخونه؟ نوشتن خوبه، ولی از این آخونده ها یاد بگیری. یک کتابی رو مینویسه، رساله، اونم وقتی میخواد بمیره، علی از اول تا آخر تو رادیو تو تلویزیون حرف میزنه، از طریق گوش و چشم مردم به مغز و هوششون وارد شده و هر کاری دلش خواسته کرده. شما هم آقای زاهدی هی بنویس، هی بگو گفتگوهای هفتگی. اولا گفتگو که نوشتن نمیشه، دوما گفتگو که یه طرفه نمیشه. شما بنویس نوشته این هفته، نامه این هفته. کارمون خیلی خرابه دوستان، هر کی میخواد این کارمون خیلی خرابه رو به ثبت برسونه، یه 20000 دلاری به تلویزیون مردم بده، باقیش رو بره خودش انجام بده. و اما پس از اقدام اسرائیل به بررسی قانونی جهت منع اذان در مناطق اشغالی فلسطینی ها، فلسطینی ها هم از ایران تقلید کرد، از ایرانیان تقلید کرده و بر روی تمام بام خانه ها آوای اذان را بلند کردن. اینم همون دوستمون دوباره فرستاده که گفتم ویدیوهای خوبی میفرسته. یک لحظه اجازه بدید این ویدیو رو ما اگه تو سیستممون نذاریم، یکیش اینجوری میشه یکیش اونجوری میشه، باید تنظیمش کنیم که با صفحه ما و صفحه شما و صفحه فیسبوکتون به اصطلاح ردیف بشه. باز بریم کمرای دو و نگهش داریم رو کمرای دو. بله این گویا اسرائیل گفته صدای از اون تو مسجدها پخش نشه. بعد این هست، بفرمایید. هر جای ایرانی‌ها رسیدن بعد این همه الله اکبر، فلسطینی‌ها هم خواهند رسید. به کجا؟ به هیچ کجا. خب ببینید خداوند بخشنده مهربان چگونه قهر می‌کند. این یک نوشته، یه فکر کنم یه آخوندی گفته که آها انتخابات آمریکا قهر خدا بوده. بذارید براتون این صفحه رو بیارم بالا. و خیلی جالبه، اینا هرچی برای خودشون پیش میاد نعمت هست و اینها، و همون چیز اگه برای یکی دیگه پیش اومد میشه قهر خدا. کمرای دو، آره ببینید، به خاطر اینکه الان این دوربین رو من مجبورم جوری بذارم که روی فیسبوک شما دوست عزیز ما رو پهن‌تر ببینی، وقت مجبورم دستگاه خودمون رو اینجوری سرک بکشم، بعد وقتی میخوام کاری انجام بدم اینجوری. یکی از کمرهای ما رفته پشت این دستگاه. در صورت انتخابات آمریکا تجلی قهر الهی بود، همانطور که خداوند خرمشهر را آزاد کرد، انقلاب را هم از دست فتنه نجات داد. حالا چجوری وصلش کرده؟
حجت الاسلام صدیقی گفت انتخابات آمریکا تجلی این و این، 45% مردم آمریکا در فقر هستند، صدای شکستن لیبرال دموکراسی مثل شوروی سابق به گوش میرسد. دوستان یعنی اینا واقعا خانواده ندارن، دوست ندارن، معرفت ندارن، وجدان ندارن به مردم ایران نگاه کنن و بگن ما نماینده مردم آمریکا نیستیم. حالا نماینده مردم ایران هم نیستیم، ولی به زور اگه اینجاها رو غصب کردیم اقلا برای مردم ایران یه کاری انجام بدیم. آقا تو چی کار داری که 40% آمریکا در خط فقر به سر میبرن؟ برید تو خیابونای خودتون ببرید چه خبره. یه عکس رو اگه بتونم پیدا کنم نشون میداد که یه چند تا از این گردن کلوفتا، مول کلوفتا از یک جلسه ای دارن میان روی پل، دارن میرن یه جای دیگه، یه بچه‌ای رو اون پل نشسته. میدونید بچه‌ها میشینن معمولا داره مشقش هم انجام میده ولی یه وزنه‌ای گذاشته یا یه قوطی گذاشته واکس میزنه. و یکی از اینا دولا شده دست میکشه رو سر این بچه. احمقا اینا رو نون بدید، خوراک بدید، مدرسه براشون بسازید که بچه مجبور نشه بیاد کار کنه. تو دست کشیدی رو سر این، رفتی حالا چی شد؟ دست کثیف تو چه نعمتی به این میده؟ این عکس اگه بتونم بهتون نشون بدم. در هر صورت ممنونم، این رو هم علی آقای شیرازی فرستاده. و اما پروفسور امیر احمدی تو اسپیک ات یو سی بله برکلی اباوت ترامپ، قرار آقای هوشنگ امیر احمدی توی دانشگاه برکلی صحبت کنه. پلیز جوین اس کی دسامبر 4، یعنی 2 روز اینجا و 4 روز 6 روز دیگه احتمالاً میشه شنبه شنبه بله سانده یک شنبه. و اگر خواستید برید اونجا باشید یا با خود امیر احمدی تماس بگیرید یا با ما تماس بگیرید تا این اینفورمیشن رو بهتون بدیم. ببینید مثلا اینه که من میگم به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت، این رو ما بدونی که پولی بگیریم آگهی میدیم. برای خیلی هم این کارا رو کردیم، انقدر برای مجاهدا این کارا رو کردیم، امروز هم داریم فوششو میخوریم. بله اسپیکر کیه؟ دکتر هوشنگ امیرحمدی، پروفسور اینترنشنال دیولپمنت راجرز یونیورسیتی. و کجا هست؟ یک شنبه، ببخشید کی هست؟ یک شنبه 4 دسامبر 2016 5 بعد از ظهر. و اما کجا هست؟ اینجا نوشته هایزل بوردروم F299-2220 پیدمونت اونیو یونیورسیتی آف کالیفرنیا برکلی، یکی از معروفترین دانشگاه های آمریکا است. این هم از این. خب ساعت 2:49 است، ما حدود یک 7-8 دقیقه دیگه با شما هستیم، بعد میریم سراغ آقای سهراب چمنارا. آقای سهراب چمنارا را چند دقیقه صحبت میکنن، بعد از صحبت‌های آقای سهراب چمنارا میریم به وسیله تلفن کالیفرنیا سراغ آقای دکتر نصر احمدی. آقای دکتر نصر احمدی درباره این کتاب و قانون اساسی صحبت میکنن. یه دوستی، ببینید نور چقدر مهمه، رفلکشن نور. من اینو که میارم ببینید دوربر ما چجوری سیاه میشه، چرا این دوربینه رو سفیدی این خودشو تنظیم میکنه. و ببینید قانون اساسی هم آقای نصر احمدی نوشتن، هم آقای چمنارا نوشتن که قانون اساسی راه نجات ایران در روشنایی تاریخ. و میگن که اون موقع به اسم کاوه آهنگر می نوشتن، چرا یه روز دیگه گفتن، بازم ازشون اگه خواستید میپرسین. اینم از این، در این موارد صحبت خواهند کرد. ضمناً خبر خوب این که آقای دکتر نصر احمدی یه صفحه‌ای باز کرد به نام فان پیج. فان پیج یعنی اونایی که طرفدارشن، صفحه هوادارانش، یا میشه بگی کسایی که پابلیک فیگر هستن، مثل ما که مثلا مردم تیوی رو باز کردیم که اون لیمیت یا محدودیت 5,000 نفر رو از بین ببریم و اول بلد نبودیم و الا خدا میدونه حالا چند هزار تا داشتیم. ما 12 تا صفحه داریم که بعضی ها شما میری نوشته دیگه ما از این به بعد اینجا نیستیم، بیان صفحه جدید. آقای نصر احمدی، دوستانی که باشون کار میکنن لطف کردن صفحه جدیدی برای ایشون درست کردن. متاسفانه تو این صفحه جدیدم باز فقط دکتر نصر احمدی رو به فارسی نوشتم و وقتی من میزنم دکتر نصر احمدی منو میبره صفحه قبلی،
ای کاش که این صفحه جدید رو بنویسم دکتر نصر احمدی، با انگلیسی هم زیرش بنویسم دکتر نصر احمدی، که هر کس از هر جای دنیا چه با فارسی بنویسه چه با انگلیسی بیاد اونجا، و وقتی درست شد من یکی دو بار هم، اینم گیفت من، اینم هدیه من به اینها، روی فیسبوک میذارم تا شماها با خبر بشید. یه دوستی من گفت آقا شما میتونی با بی بی سی تماس بگیری، نمیدونم سازمان ما رو پروموت کنی. گفتم آقا من چی کار دارم با بی بی سی تماس بگیرم؟ بعد چرا خودتون نمیگیری؟ گفت آقا جواب نمیدن. من خواهی جواب نمیدن، به منم جواب نمیدن، ولی شما میتونی بیای $10 بدی برای بیش از 8700 نفر روی صفحه فیسبوک مردم تیوی آگهیت رو بذاری. حالا این آگهیت میتونه یه فیلم 2 ساعته باشه، میتونه یه فیلم 10 دقیقه‌ای باشه، میتونه یه فیلم 30 ثانیه‌ای باشه، میتونه یه نوشته باشه، میتونه یه کتاب باشه، میتونه یه دعوتنامه باشه. حسن فیسبوک اینه که حجمی از من نمیگیره. من یه لینک یا یه عکس یا یه ویدیو شما رو میذارم اونجا، اون این کار انجام میده. چرا فیسبوک این کار مجانی انجام میده؟ برای که هر وقت شما اینو نگاه میکنید قشنگ این وقت که توجهتون جلب میشه آگهی هاشو گذاشته، و قولتون میدم زود یا دیر اینا شروع میکنن از من و شما هم پول بخوان تا آگهی نشون ندن. قولتون میدم وقتی که خوب معتاد شدیم اینا درست این اون تکنیکی که من و شما داستانش رو به همون میگفتن و میخندیدیم، پدرمون پدر بزرگمون تعریف کرده که انگلیسی ها آمدن و تریاک رو دادن به، بالاخره تریاک درست یا تریاد دادن به ایرانی ها، گفتن برید بکشید شیرش رو بیارید بدید به ما، بهتون پول میدید. یعنی تریاک میدادن انگار پولم میدادن، بعد گفتن نه دیگه شیرش رو ما نمیخوایم، فقط تریاک مجانی میدادن. بعد یه مدت گفتن حالا اگه میخوای باید بخری. اینم فیسبوک این تریاکی هست یا تریاکی هست که من و شما رو خوب که معتاد کرد، میگه حالا میخوای بری داخل $5 بده ماهیانه، $10 بده ماهیانه. ببینیم صبر کنیم و ببینیم چه خواهد شد. و اما ایران دایجست، ببینم که ایران دایجست چی گذاشته که من برای شما، آها نوشته US ایران ریلیشنز، ریلیشن یعنی رابطه، نوشته رابطه ی ایران این، بعد نوشته ترامپ تاف کریتیکال آف نوکلیر وادر کود آفر اپورچونیتیز فور ایران. هی داده بیده این آمریکا، ولی من نمیدونم اون وقتا هم گفتن طرف مغز خر خورده، حالا یه دم ما یه مغز خری پیدا کنیم بخوریم ببینیم از اینی هم که هستیم گیجتر میشیم یا یه چیزی میفهمیم. ببینید ایران با آمریکا با اون تحریم هایی که بر علیه کوبا کرد، بر علیه صدام حسین کرد، بر علیه ایران کرد، به شرکت های خودشون ضرر زدن، و الا اون آخونده که بی ام وش نشد جیان، صدام حسین بچه هاش 90 تا ماشین بنتلی و نمیدونم فراریش که نشد پیکان و نشد فورد تاروس، ولی 1,000,000 بچه عراقی سوء تغذیه شدن، یعنی کمبود ویتامین، قدشون کوتاه میشه، مریضی و اینها. حالا آقای ترامپ هم داره با همون اوضاع و احوال میاد. اینا میگن که اگر ترامپ هم بخواد کریتیکال، یعنی کسایی که سختگیری میکنن ایراد میگیرن از نگاه منفی نگاه میکنن، و بخواد همون کار رو که قبل از این برجام بود انجام بده، تازه این ممکنه که could offer opportunities. opportunity یعنی فرصت، به همین خاطر هست که آمریکا رو میگن land of opportunities، یعنی سرزمین فرصت ها، نه که فرصت حالا وقت دارم وقت دارم وقت دارم. آخه ما به هم دیگه میگیم فرصت داری من 2 دقیقه باید صحبت کنم؟ فرصت یعنی امکانات جدید، چیزای خوب و اینها، در صورت باید صبر کرد و دید. و هر روز هم اگه باور دارید به دعا، دعا کنید که هر روز بهتر بشید. من دعا نمی کنم، من میگم امیدوارم، تو تشم یکیه، امیدوارم فردا از امروز بهتر باشه. شیرزن اصفهانی رو قبلا دیدم ولی برای شما نشون ندادم، اجازه بدید این رو هم نشون بدم، که این رو هم باز همون دوستمون فرستاده که گفتم ویدیوهای خوبی میفرسته. بذارید بریم روی کامرای 2 و...
بله، این یه خانم اصفهانی بوده که وقتی این مسئولین آمدن یه جلسه ای رو وایسادن صحبت کردن، میره اونجا شجاعانه میکروفون رو از دست اینها میگیره و میگه ما دیگه خسته شدیم از این زرزرای شما و بذارید ما صحبت کنیم، با هم کمرای دور ببینیم. ضمناً یه وبسایتی من دیروز یه ماشینی رو گذاشتم اونجا که میخواستم بفروشم، دیشب یه ایرانی زنگ زد امروز آمد خرید. اینو اسمش هست بچه های محله ویرجینیا دی سی و مریلند. میدونید که ویرجینیا دی سی و مریلند رو میگن دی ام وی، هم به ترتیب اینکه دی کلمه د زودتر از ام و زودتر از وی هست، هم نمیدونم دی یعنی دی سی، مریلند میشه ام، بعدش هم وی ویرجینیا، بهش میگن دی ام وی. ناگفته نماند که بعضی وقتا دی ام وی با اون دیپارتمنت آف موتور ویکل هم اشتباه میشه، یعنی اداره راهنمایی. اینو بشنوید و بریم سراغ آقای کی؟ سهراب چمنارا. بفرمایید. فکر کنم چون اونجا این آقایون فکرش نکرده بودن که یکی از این زنا رو بیارن، هیچ کم نمیتونه به این دست بزنه میکروفون ازش بگیره و این بنده خدا هم هرچی درد دل داشت گفت. امیدواریم که حالا اون مسئولین گوش شنوا داشته باشن. ولی آیا اونا گوش شنوا دارن؟ اگه گوش شنوا داشتن، اگر وجدان داشتن، به این روز می افتادیم؟ احتمالاً این یکی از اینایی هست که بچه‌ش شهید شده، کشته شده، جون خودشو از دست داده، امید و آرزویی داشته که با کشته شدنش، با شهید شدنش، با زخمی شدنش آزادی، آبادی برای مملکتش بیاره، بعد حالا بهشون رسیدگی هم نمی‌کنه. دوستانی که روی فیسبوک هستید می‌خوام دنباله برنامه رو ببینید، ما ممکنه که قطع میکنیم، دوباره وصل میکنیم. دلیلش اینه که میخوایم ویدیوی این دوستان مستقل باشه، چون من ویدیوی خودم رو از روی فیسبوک بر میدارم و ترجیح میدم ویدیوهای یوتیوب رو بذارم تا روزی که حالا اونم یوتیوب یا فیسبوک یقمونو بگیرن بگن شما این کار رو نمیتونید انجام بدید. ولی ویدیوهای دوستانی که در تلویزیون مردم برنامه دارن و اون پول اضافی رو پرداخت کردن که روی فیسبوک هم باشن، روی فیسبوک باقی خواهد مون تا زمانی که فیسبوک نگهش بداره، چون من نمیتونم از طرف فیسبوک به اصطلاح قولی بدم. دارم اسکایپ رو روشن میکنم، منتظر آقای چمنارا هستم تا با ایشون بریم روی ایر. پس یک دقیقه خداحافظ، برمیگردیم دوباره. این از این، اینجا رو این یکی هم خاموش کنم و برگردم سراغ شما دوستان. بینندگان عزیز با سلام به شما. بله، اینو پست. خب اینم پابلش. این گو لایو. اوکی. اینجا آقای چمنارا. سلام آقای چمنارای عزیز، هنوز روی ایر نیستیم، گوشی خدمتتون باشه. نه، پس من شما